نرسیده به توپ خونه سر سرای لاله‌زار دیدم یکی میزنه جا گلپونه و نعناپونه هر یه فالش یه قرونه تو رو بشناخلی نعنا تلخونه با دو بابا جون فالی یک قرونه ایرج یک قرونه فالی ایرج با تو هم چیه نسلین بابا الان درست میشه اسم میکنم دیگه دارم تمامش میکنم دست از سر اون بردار بیا برو زنگ بزن یه تعمیر کار بیاد تا خرابش نکردی پس من تو این خونه چیکاره؟ فعلا که همه کاره ای از بیکاری افتادی به جون خونه؟ چه حرفیه میزنی یا از اداره بازنشسته شدم از خونه که نشدم که باشه ولی اگه اون ماشین لباس شویی از کار بیفته دیگه پول نداریم یکی دیگه بخریم ها بهت گفته باشم اینم تموم شد بیا مونده تسمه چی بود ایرج باز چه دست گلی به آب دادی تو روشن کردی لباس شویی رو نگفتم یه تعمیر کار بیار سوخت عجیبه نه خیر عجیب نیست حالا بدون ماشین چه خاکی به سرم بریزم چیه؟ چرا حالا ناراحتی؟ این لباس شویی واجب‌تره یا من؟ خب فدای سرت یه دونه برات میخرم از تو آبونیمون بازم قسط؟ باشه ما که به قسط دادن عادت کردی صد بار بهت گفتم کاری رو که بلد نیستی نکن از وقتی بازنشسته شدی گیر دادی به کارهای خونه خب نکن پس میگی من چیکار کنم نسرین بشینم کنج خونه بابا من بازنشسته شدم که همین کارها رو بکنم دیگه من باید خودکوا بشم با یه لباس شویی تعمیرکار بیاری اینجا ببین چقدر ازت طول میگیره نه که حالا یاد گرفتی و خودکفا شدی حالا چرا همینجوری وایسادی اونجا داری براش فاتحه میخونی؟ جای فازنو رو اشتباه بستم یه قوله به بچه ها بگو بیام غذا حاضره چشم دست تو تو سینک نشون چشم نسری خانم نداره نداره قرب سبزی باید دارچین داشته باشه نسلی نمیدونه نمیدونه
بله چیکار داری میکنی؟ آب اکبر یا ما عوض کردم یکی کثیفشون کرده بود یک کمی هم دارم بهشون غذا میدم ببین یکم بهش غذا دادی چه سرحاله نگاش کن حالا منم یکم بهش غذا میدم که بیشتر سرحال بشه پدرم نکن مگه داری به بچه غذا میدی ماما گفتش که دیروز بهشون نون داده بودی آخه پدرم به اینا چیکار داری آخه لاگ باش که نون میخوره آخه آخه تو به اینا غذا نمیدی وح این کارا چیه یاد گرفتی خب پدر من رو برنامه بعد بهشون غذا بدم اگه زیاد بهشون غذا بدم یهو بزرگ میشن دیگه اون تو جا نمیگیرن خب غذا بهشون نمیدی دیگه بیا نیوتن رو ببین این نیوتن چشه مریضه آره افسرده است نمیدونم یکی دو روز اینجوریه نه تو فکره داره رو قانون جاذبه تجدید نظر میکنه آره پاش بیفته همه کاری میکنه آها راستی مامان صداش در اومده بود چش بود چی دانشو چی آره حالا تو نهارو اینو بده بیا بالا غذاتو بخور عصبانی بودا آره عصبانی بود حالا تو هم زود بیا بالا تو عصبانی نشد باش لیلی لیلی تو وقتی درس بخونی انگوشاتو میکنی تو گوشه خب داد میزنی نمیتونم حفظ کنم بابا تو درس رو حفظ میکنی؟ اشکالت همینه مطلب رو باید فهمید حالا بیا نهار حاضره بودو بیا میگم بابا زدی ترکون دیشا نه بابا ممنت شروعش میکنه طورش نیست بعد نهار درستش میکنم فکر بکنم جایی دوتا سیمو عوضی بستن ولی اون صدایی که من شنیدم فکر کنم فاتحه شو باید بخونی ببینم تو حواست به درسته یا به آشپزخونه نهار الان میام چیه؟ بخور امسال اگه 200 تومن به کارمندا عیدی بدن میبره میتون شمار پارسال جنوب رفتی بهمون خوش نگذشت بانک؟ بگو بانک تلفن از بانک تلفن بنا از من نگفتی الو بله خودم هستم بله 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 یهو حتما خیلی ممنون از تماستون من همین امروز میام خدمتتون فردا چشم فردا میام خدمتتون ببخشید آقا اسم جناب علی خانم تولی من از شما زیاد وام 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 واممون درست شد چی شدی وام 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 واممون درست شد واممون درست شد چی شد آره خانمی زنگ داد گفت فوری بیا بانک کارتون دارم خدا رو شکر پس وامم هم جور شد میشم آقای صادرات لاک‌پشت ایران وام تو آقا رو کی گفته وام مال توه اینها خود مامان گفت مامان مگه قرار نبود برام لپتاپ بگیرین خیلی خوب بس دیگه اینقدر بحث نکنین این وام مال هیچ کدومتون نیست وام تعمیرات خونه است تموم شد بابا مگه شما قول ندادین خب یه چیزی بگین دیگه خیلی خوب پس یه جلسه خانوادگی تشکیل میدیم خانم موافقم جلسه بی جلسه چرا الان وقتش دیگه سخت نگیر تو پس تو جلسه به این مهمی آرش هم حتما باید باشه آره حتما درست میگه پس پیش به سوی آرش کجا بشینین غذاتونو بخوریم بعدن جلسه میذاریم خیلی ممنون من غذامو خوردم دو پرسم خوردم اتفاقا شما یکی باید همه رو بخورید چرا برای که این شما بودین که دارچین رو ریختین تو غذا پس بفرمایید نوش جان کنید جدی دارچین ریختی تو غذا دارچین خیلی خوبه تو روزانه میشه بود دارچین فسفر داره برای مغز خوبه بخورید مامان من سیرم دستپخت باباتونه بخورید آره بخورید دارچینش دستپختمه ما تو خونه یه تعمیراتی داریم باید زود دست به کار بشیم چون چیزی به عید نمونده درسته
خونه از همه مهمتره. وقتی خونه حفظ بشه خانواده امنیت داره. راست میگی مامان. یه بخش از پول وامو میذاریم برای توسعه کار اشکان. خوبه. پس من چی؟ برای تو هم لپتاپ میخریم. جدی میخوام براش لپتاپ بخریم؟ آره دیگه. چیه؟ ناراحتی؟ خب بالاخره باید یه فرقی بین من و تو باشه دیگه. تو لاک باش من لپتاپ. بچه ها باز دوباره شروع نکنیم. حالا نشون با این اوصاف چیزی تش میمونه یا نه؟ اگه چیزی بمونه میذاریمش برای سفر عید. آه بعد یه سفرم در پیش داری. پس آرش چی؟ راست بگه نسی آرش تازگی ها به خسخس افتاده. مال سن زیاده. اتفاقا تو هم جدیدن داره سینت خسخس میکنه ایرجا. نسیم خیلی خوب بابا شوخی کردم با شوخی کردم. ببخشید آقا. نه آقا. اتاق آقای موسوی کجا؟ رئیس امتحان؟ بله. آقا بالا دشت میبینید. از همه تون تک تک سری شکایت میکنم. برو کنار آقا. این آقا انگاری خیلی عصبانی هم. من خودم اداری هم. کار چمخم داره. صبر میخواد. حوصله میخواد. ببخشید. جناب عالی آقای موسوی؟ بله. شما؟ من حریرچی هستم. ایرج حریرچی؟ درست میفرمایید. ایرج حریرچی. خواهش میکنم بفرمایید. متشکرم. متاسفانه آقای حریرچی، باید یه خبر بدی بهتون بدم. نگید تو رو خدا. یعنی میخواید بفرمایید که با درخواست وامم موافقت نشده؟ وام؟ کدوم وام؟ خودتون از ما با هم تماس گرفتید که بیام خدمتتون. بله ما تماس گرفتیم. شما آقای ریاهی رو میشناسید؟ بله بله. شما سند خونتون رو برای وام ایشون به گرو گذاشتین؟ بله بله. چطور مگه؟ متاسفانه آقای ریاهی ناپدید شدن. ناپدید شدن؟ شما از ایشون خبری ندارید؟ وقتی ناپدید میشه من از کجا باید خبر داشته باشم؟ ایشون مدت زیادیه که قسطشون رو پرداخت نکردن. میدونین که وام ایشون مبلغش خیلی بالاست. به هر حال باید این پول باز پرداخت بشه. بله. حالا شما میفرمایید که من چی کار باید بکنم؟ آقای ریاهی به جرم کلاهبرداری تحت پیگرد قانونی هستم و بانک هم طبق قانون سندهایی رو که به ضمانت بانک گذاشتن برای خودش بر میداره. و در اصل الان بانک مالک خونه شماست. حالا اون مبلغ چقدر هست؟ 300 میلیون. ریال تومن. ریاهی؟ محاله. باید بهتون میگفتم. میدونم میدونم کار اشتباهی کردم. بابا قبلا این جریان رو باید به ما میگفتی. بچه بریم بیرون، میخوام با پدرتون تنها باشم. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ببین نسلی خود رو کنترل کنی ها. من و تو تا حالا با هم دعوا مرافع نکردی. باش میتونی یه داد بزنی که خودتو سبک کنی. داد بزن. من تا حالا داد زدم؟ نه
پس الانم داد نمیزنم. خیلی ممنون. فقط میخوام بپرسم چرا ایرج؟ نسرین تو که میدونی من و ریاهی خیلی با هم دوستیم، دوستی عمیقی داریم. پس دوستی ما چی میشه؟ دوستی من تو که یه دنیاست. منتها من قبول دارم اشتباه کردم، حقیقتش میترسیدم شما هم مخالفت کنید. به نظرت حق نداشتیم مخالفت کنیم؟ نه چرا حق نداشتین؟ حق داشتین. ایرج تو از روزی که بازنشسته شدی ما هر روز باید منتظر باشیم تا یه کار جدید از تو ببینیم. تو هر کاری دخالت میکنی، خرابکاری میکنی، به عالم و آدم اعتماد میکنی. اه سند خونه رو بدون مشورت با من برداشتی بردی گذاشتی گرو؟ آخه چرا؟ من مطمئنم نسرین ریاهی به من خیانت نمیکنه. درزم حالا که طوری نشده که بانک فقط یک ماه به ما وقت داده که این پولو برگردونیم و جورش کنیم. یک قرون دوزار نیست، اونم 300 میلیون. میفهمی معنی این یعنی چی؟ یعنی ما امسال شب عید بیخونه ایم. تو رو خدا اینقدر این دستتو نخورون. میدونم من اشتباه کردم، ولی تو ریاهی رو میشناسی. اینقدر نگو ریاهی، میدونی که مشکل من ریاهی نیست. برم ببینم ریاهی رو پیدا میکنم یا نه. امیدوارم. زنگ بالا یارم بذارم؟ بگم. مطمئنی خونه ریایی همجاست؟ آره باید شیش دفعه تا حالا اومدم. نیستش؟ چیده؟ نیست. بریم شرکتش. دیگه همین جاست دیگه. جنگل. دیدی بلد بودم؟ سلام پدر جان. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ بچه‌ها خوب هستین؟ ممنونم. ماشاءالله بزرگ شدم. خوبی؟ خوب از این طرف. آیدیاهی. از فرشید خان چه خبر؟ والا ما هیچ اطلاعی ازش ندارم. چی میگی؟ بله. مرا یه مدت زیادی کنم. یعنی چی؟ پس کجاست؟ آب شده رفتی تو زمین؟ هر جایی که به فکر بابا میرسید ما گشتیم. اخ 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 اخ. مهلت بانک داره تموم میشه. 20 روز با ما وقت داده بودن. حالا یا پرداخت وام یا تخلیه خونه. ایرج میگم بیا برو این املاک ببین میتونی یه خونه با پول پیش کم پیدا کنی. مادر من، ما این خونه رو دوست داریم. من و لیلی اینجا به دنیا آمدیم، شما زندگیتون رو اینجا شروع کردیم، بعد به همین راحتی بذاریم بریم؟ نه همچین راحت هم نیست. بله همچین راحت هم نیست. پدر من اگه شما فقط با هم... من چی؟ نسرین این چی میخواست بگه؟ چرا نمیذاری بچه حرفشو بزنه؟ روکتر از این بگه؟ که چی؟ منظوری چی بود؟ خب شما خونه رو از دست دادیم، خودتون هم باید به دستش بیارید. از رکوید ممنون. چیه قهر کردی؟ نه فقط امروز یادم رفت بود بلاک پشتم غذا بدم. آدم غذا بده. تو نمیخوای دست از این موبایلت برداری؟ خب مگه چیه؟ میخوای برده خونم جدیده ها؟ واقعا خانواده جالبی داریم ها. تو هم که اصلا به فکر نیستی. چرا تا هم الان داشتم فکر میکردم؟ آره دارم میبینم. خب بعضی وقتا که درس میخونم از اینا میاد خب
استراحت میکنم دیگه. لیلی اصلا حالا حوصله ندارم ها. من یه نظر خوب دارم. جدی میگم ما باید پول قرض کنیم. جدی میگم جدی میگم. تو اصلا میدونی ما چقدر پول لازم داریم؟ 300 میلیون. 300 میلیون میدونی اصلا چند صفر داره؟ ولی من یه نفر رو میشناسم که میتونیم ازش پول قرض کنیم. کی؟ بهت میگم ولی باید کمک کنیم مام بابا رو راضی کنیم. خب بگو کیه من کمکت کنم. ای بابا اون موبایل ول کن دیگه. خون همه جا رو گرفته بود. یکی یکیشون رو کشت. همچون جلو میرفتم و همه شون رو میدریدم. خب دیگه چی دیدی؟ میگم مگه یال مال شیر نر؟ خیلی خوب، عصبانی نشو. عصبانیت اصلا برای شما خوب نیست. اصلا برای امروز کافی. میگم دکتر من کی از این جنگل میام بیرون؟ دیگه خسته شدم، حوصله‌ام سر رفت. آروم باش فخری خانم، باید بهت بگم که تو خدا نصیحت شروع نکنی. نه نه نه، این علم روانشناسیه. خب بگو. من بارها بهت گفتم مشکل تو رو تنهایی حل نمی کنی. تو باید بری تو جامعه، باید بگی، بخندی، مهمونی بدی، مهمونی بری. منم 20 ساله دارم به شما میگم من از آدما بدم میاد، از ریختشون متنفرم. آخه اینجوری هم نمیشه چیزی رو حل کرد. پس این علم روانشناسی شما چرا نمیتونه کاری برای من بکنه؟ من که پاک گیج شدم. منم پاک گیج کردی. وای وای نه اما اون تنها کسیه نه. که خب بابا تو این شرایط خب بالاخره گفتم نه نه نه. شما که عمه فخریتون رو میشناسیم. خب باید وضعیتم درک کنیم. باباتون حق داره. عمه بد اخلاقه. خب باشه، با ما چه کار داره؟ ما فقط سالی یه بار میریم خونه عمه که اونم الان 2 سال رامون نداره. شما که اینو میدونین پس چرا میخواین ازش کمک بگیرین؟ خب مادر من اون عمه ماست، پولم داره، دقیقا چیزی که ما بهش نیاز داریم. خب 300 میلیون که واسه عمه پولی نیست. من مخالفم. منم. همه ما میدونیم که بیشتر ثروت عمه واسه بابایه. چیچیری میگه اشکان خان که ثروت بابا رو بالا کشیده؟ اولا ما نشستیم به توافق رسیدیم، من و عمت، که این خونه که الان توش نشستیم مال من باشه، پولا مال اون باشه. حالا با اون پول خودش کشیده بالا. خب اون تقریبا تمام ارث رو بالا کشیده. لیلی راجب عمت مؤدب حرف بزن. من که حرف بدی نزدم. خب میگیم تصاحب کرده. از ارث پدری فقط همین یه دونه خونه به بابا رسیده. مگه نه بابا؟ بله، یعنی نخه. به این بچه های من. من از جفتتون تعجب میکنم. وقتی عمتون به مامانتون بی احترامی میکنه شما چرا باید یه همچین پیشنهادی بکنید؟ خب پدر من، ما این پولو فقط از عمه قرض میگیریم تا این آقای ریایی پیداش بشه. اینجوری لاغر خونه رو از دست نمیدیم. نظری چیه نسرین؟ ما با همدیگه فکر میکنیم کاری انجام میدیم. ولی بهتره خودمونو برای هر اتفاقی آماده کنیم.
خیلی جاها رفتم، دیگه خسته شدم. تا اینکه تو خونه نشستیم با هم صحبت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که من بیام پیش تو. باور کن فخری، اصلا مغزم کار نمیکنه. تو از اولش هم مغزت کار نمیکرد. حالا شما هرچی میخوایی بگی بگو فخری، ولی من تو بد مخمسه ای افتادم. خب خونه تو بفروش. نمیتونم، برای اینکه پولو برای خونه میخوام. از من چیزی بهت نمیرسه، پاشو برو خوش اومدی. ببین فخری جون، من ضامن کسی شدم تو بانک، وقت سند خونه گروه. خب نداره. خب معلومه بعدش چی میشه. خب بعدش چی میشه؟ خیلی خب، دست شما درد نکنه. اصلا من بی خود اومدم اینجا. ایرج، میخوای من بهت بگم بعدش چی شده؟ بعدش یارو گذاشته در رفته، خونه شما به باد رفته. اه؟ عکس من تو چقدر باهوشی فخری. از کجا میدونی؟ تو از اولش هم خنگ بودی، خنگ و بی دست و پا و عقب افتاده. حالا اومدی از من پول بگیری که خونت حفظ بشه؟ باد آورده رو باد میبرد جونم. نفهمیدم. تو خیال میکنی من اون خونه رو مفت به دست آوردم؟ این خونه ارث منه، یک دمه چیزی که تو سهم بردی. اون خونه ارث پدریمون بود. ببین فخری جون، من میخوام ببینم بالاخره حرف آخری چیه. من دوزارم دستت نمیدم. حرف آخرت اینه؟ جواب تو گرفتی. مگه یه حرفو چند بار میزنن؟ آخه نمیشنوی چی میگم؟ برو. نه خیر، نشنیدم، نمیرم. تا من این پول ازت نگرفتم پامو از این خونه بیرون نمیذارم. قدر شدی؟ کرکری میخونی واسه من؟ نه، میخوام ببینم چی؟ تو خواهر بزرگی منی، من باید به تو احترام بذارم. آره؟ اینجوری احترام میذاری؟ مادی از من اخاذی کنی مرد که؟ تو سهم منو بالا کش. الان بهت میگم سهم رو کجا بگیر. خدا ذلیلت نکنه فخری. ایرج چی شد بابا؟ دیگه فخری بی فخری تموم شد. بلایی سرش آوردم، فقط باید تو کتاب ها بخونه. پولی ازش گرفتی؟ پول؟ جون به اسرائیل نمیده، ولی من حقشو گذاشتم کف دستش. تو گفتی و منم باور کردم. میخوای باور کن میخوای باور نکن، بالاخره یکی باید جلوش وامیستاد. ولی من دیگه نمیخوام ببینمش. حالا چرا کمرتو گرفتی؟ میخاره. من از اولم راضی نبودم، فقط به خاطر شماها قبول کردم. اما همون بهتر که ازش پول نگرفتیم. میگم ایرج، من با چند نفر صحبت کردم، میگم اگر بریم بانک باهاشون حرف بزنیم میتونیم ازشون مهلت بگیرین. باشه میرم، ولی من دلم روشنه که ریاهی پیداش میشه. ایرج تو خیلی سرخوشی. میگه چی گفتم؟ از دست تو. راستی بابا، این اکبر آقا سوپری میگفت بی برو برگرد میندازنتون تو خیابونا. اشکان بی خود میگه بابا، از صبح تا حالا ده بار این حرفو زدی. خب من به شما گفتم، به بابا که نگفتم که. مامان خیلی خوب، حالا شما ایرج دستور چاره ای نداریم، فردا باید حتما به بانک سر بزنیم. باشه میریم. آخ شروع شد. چی؟ فوتبال. فوتبال که 5 دقیقه شروع شده، الان میگی؟ باشه میریم. بابا مثل که من دارم حرف میزنم. باشه داری میخندی؟ کجا؟ بگیر خانم بشین. بگی بشین. کجا میری؟ خب بعد تو چی جواب دادی بهشون؟ هیچی. بعدش از خونه پرتش کردم بیرون. ببین فخری خانم، تو مثل که نمیخوای به حرفام گوش کنی، نه؟
خب چیکار باید میکردم؟ باید پولو میشمردم میذاشتم کف دستش؟ نه این دفعه دیگه چرا میخندی؟ واسه این میگم که تو ایرجو هنوز دوست داری، اینه که دیگه نمیتونی قایمش کنی. اینو تو میگی. من نمیگم، اینو علم روانشناسی میگه. بازم میگه علم روانشناسی؟ حوصله شوخی ندارم دکترا. ببین من اصلا شوخی نمی کنم، خیلی هم جدی دارم میگم. من شما دوتا رو خیلی خوب میشناسم. ارتباط تو با ایرج میتونه در درمانت بسیار بسیار مؤثر باشه. میشه دیگه از این حرفو نزنی؟ فخری خانم، این یه شروع بسیار خوبیه. ببین شانس اومده در خونه تو زده، اون وقت تو در رو بروش میبندی؟ ببین این دفعه اگه حرف ایرجو بزنی دکتر پامشم میرم دیگه هم بر نمیگردم. میفرمایید پس از چی حرف بزنم؟ آه دیشب باز خواب دیدم. باز از اون خوابای جنگلی؟ نه اولش تو بیابون بودم. خب بعد کم کم رفتم تو جنگل. این دفعه من یه مار سمی بودم. بابا بابا. بله. سلام. سلام. چی شو؟ هیچی. یعنی چی؟ یعنی یه فرصت کوچیکم ندادن؟ تازه باید پول دیر کرده قسطای بانکم بپردازی. ای بابا. آقای ریاهی چی شو؟ اون که هنوز پلیس دنبالشه. ببینم تو سرما داری ماشین میشوری؟ ایرج. بله. با من بود. بله. چرا در رو باز نمی کنی؟ آی در زدم. میگه یکی پشت دره. با دهنه باز بایستادی برو بیا من نگاه میکنی که چی؟ حداقل میتونی یه سلام بگی؟ سلام. سلام. اه سلام عمه. سلام. هنوز این لگن رو نگر داشتیم؟ اینقدر به این پیزوری آب نزن، وا میره ها. چشم. سلام فخری جون. سلام. تو دیگه چرا اینجوری من نگاه میکنی؟ مایی تا حالا کسی خونتون نایمده؟ آخه سرزده اومدی. تلفن زدم اداره ایرج، گفتن بازنشسته شده. دلم به حالت سوخت. وا چرا؟ بدا به حالت، حالا مثل آتیش میفته به جونت. بفهم. واه 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 واه، این چایی که مثل قیر میمونه. انشالله شب هنوبندونت خودم برات چای خوش رنگ میریزم. شوخی بیمزدهی بود. قراره کی ما شیرنی شما رو بخوریم فخری جون؟ شیرنی دیگه برای سن شما بده، سنتون بالا رفته، میترسم دیابت بگیرین. کمرت چطوره؟ به مرحمت شما خوبه، بد نیست. واسه سرت نشونه رفته بودم. حیف گلدون من شکست ولی سر تو نشکست. خب عمه جون از این طرفا تو کار بزرگتر دخالت نکن. خب بریم سر اصل مطلب. من درباره مشکل شما فکر کردم. ما مشکلی نداریم ایرج. باید به این بچه هات یاد بدی همینطوری وسط حرف بزرگتر ها نپرن، حداقل اول اجازه بگیرن. عمه جان من معذرت میخوام، این بچگی کردی چیزی گفت. شما بفرمایید. بله داشتم میگفتم که من پول رهن خونتون رو میدم. خب خیلی عالیه که. تو چرا خودتو لوس میکنی؟ یه سر جنبه داشته باش. خب حالا چی شده فکرتو عوض کردی؟ خب تو به یکی احتیاج داری که بهت برسه، بی کسی بد دردی. بعدش چی؟ شرط داره. چه شرطی؟ خونه از رهن بانک در میاد و من رهنش میکنم. اینطوری شماها خونتون رو دارین، منم پولم. من نفهمیدم چی شد. خب تو از اولش هم هوش و حواس درست حسابی نداشتی. ببین فخری یه دقیقه صبر کنی رنگ. نه اینجا بذار من یه دقیقه. شما اجازه بده. ببخشید اون وقت ما باید چه کار کنی؟ هیچی، هممون با هم زندگی میکنی. یعنی شما میخواین بیاین اینجا با ما زندگی کنی؟
البته میدونم زندگی کردن با شما برام خیلی سخته، ولی چه میشه کرد؟ بالاخره ایرج برادرمه. من پول خونه رو میدم، شما با حساب خونه میشین، منم میتونم گاهی به خونم سر بزنم یا اصلا اینجا بمونم. شما که زحمت پول کشیدین، خب لازم نیستی که ما رو تحمل کنی. هر کسی دلایل خودشو داره، منم دلایل خودمو دارم. میخوام یه چیزی رو ثابت کنم. مثلا چی رو؟ هر وقت خواستی وسط حرف دوتا بزرگتر بپری اول اجازه بگیر. یعنی چی؟ یعنی نخود چی؟ عمه جون من دیگه 18 سالم شده. تو 18 سالت نشده، هنوز 6 ماه مونده تا 18 سالت تموم شه. هر وقت 18 سالت تموم شد خودم بهت یاد میدم چی کار باید بکنی. تو سن لیلی رو دقیق میدونی؟ معلومه، من که مثل تو بیهوش و حواس نیستم. خب بیا اینم پول. چیه؟ چرا هول شدی؟ هیچ وقت حالا تو عمرت اینقدر پول ندیدی؟ هنوز امضاش نکردم. پشیمون شدی؟ نه، برابر این چک باید به هم سفته بدی. سفته؟ بله. یعنی به ما اعتماد نداری؟ کار از محکم کاری اب نمی کنه. چیه؟ نمیخوای سفته بدی؟ باشه، فکراتونو بکنین، هر وقت به نتیجه رسیدین خبرم کنین. اصلا هم نمیخوام به بدرقم بیان، خودم خوب راه و بلدم. خدافظ. امه بلانم من فخری. خب اینجوریه، میخواد کمک کنه، ولی نوع کمک کردنش همیشه باید آزاردهنده باشه. اگه اومد و نرفت باید چی کار کنی؟ یعنی اگه اومد و بیرونمون انداخت چی؟ سنت که به نامش نمیشه. پول مال اونه. سفته میگیره که هر موقع دلش خواست ما رو بندازه بیرون از خونه. یعنی چاره دیگه ای نداری؟ اینجوری خونه رو موقتا از دست بانک نجات میدیم. ما باید دنبال این ریاهی هم بگردیم. ریاهی هم پیداش میشه، مطمئنم. اون وقت پول فخری رو میدیم، سفته رو پس میگیریم. خب حالا چی میگین؟ فکر کنم به امتحانش میارزه. به گفتی امتحان؟ ببینم لیلی جون، مگه تو درس و مشق نداری؟ ای بابا الان تو جلسه ای ما. جلسه همون که حالا دیگه تموم شد دیگه. راست میگه، پاشو پاشو، این جلسه تموم شد، پاشو برو به درس و مشق برس. پاشو. شما هم خواهش میکنم بفرمایید پایین به لاک و پشتای عزیزتون قضا بدید. یکی قبل من به این لاک و پشتا قضا داده. آخه پدر من به لاک پشت که اولویه نمیدن. هر موقع شما خواستی بهشون قضا بدی با من یه هماهنگی بکن. بفرما بفرما، سرتم موازه باش، درو محکم نبند. خب راست میگه طفلکی رج، چیزی میخوای بگی؟ آره، میخوام ازت تشکر کنم برای همه چی. من که کاری نکردم. چرا؟ اینکه تو این وضعیت هوای منو داری خیلی ارزشمنده. تایی دلمو خالی نمی کنی، با بچه ها میگی میخندی. این وظیفه منه که تو هر شرایطی پشت تو بچه ها باشم. میخوام ازت تشکر کنم. نسرین جانم، میخوام اینجا برای هزارمین بار بهت بگم با تمام وجودم، من اشتباهی بزرگی کردم. هر وقت یادم میفته میخوام سرمو بکوبم به دیوار. به به به، فخری جون من، خب ماشاءالله تشریف آوردید دیگه. چقدر وسایل دارید، حساب کشی کردی؟ نمک نریز. بیا اینم چک. اول صفتا بفرمایید. صفت برای شما بگی. خب وسایل من از تو ماشین بیاری بجم دیگه.
کجاست؟ میدونم خسته ای، میخوای زودتر بری تو اتاقه. مگه از سفر قندهار اومدم، اتاقم کجاست؟ آره آره، ما فکر کردیم که لیلی و اشکان برن تو اتاق اشکان، اتاق لیلی رو برای تو آماده کردیم. بفرما. من میخوام تو اتاق بچگی خودم باشم. آه یادش بخیر، الان اون اتاق اتاق خواب من و نسرینه. خب این که چیز مهمی نیست. ولی آخه اب نداره نسرین جون، عمه خانم مهمونه. خوش خیال باشی، ایرادی نداره. فخری بره تو اتاق قدیمی خودش، ما هم میریم طبقه پایین. هرچه دورتر بهتر، دوری و دوستی. آره خب. نه نه نه، منظورم اینه که تو درست میگی. اینو نگاه کن، فخری حریرچی 1390. چک گرفتم. ببین همین فردا برو چک بده به بانک و خونه رو آزاد کن. این تعادل نداره، ممکنه پشت. وای مردیم از گرسنگی، بعد چرا این عمه نمیاد؟ کسی صداش کرده؟ بله، میخواین شما هم یه بار دیگه صداش کنین. فخری خانم شام حاضره. کجایی فخری؟ شاید خوابیده؟ هنوز یاد نگرفتی تو خونه نباید هوار کشی؟ مگه اینجا بیابونه؟ صدای تو که بلندتر از صدای منه. خودتو با من مقایسه نکنم. غلط بکنم خودمو با تو مقایسه کنم. چی گفتی؟ من گفتم که بیا اینجا بشین ببین نسرین خانم چه شام خوبی تدارک دیده. من شاممو تو اتاقم میخورم. بهتر مؤدب باش. رو ادب اون یکی خودم باید کار کنم. این عجب گوشی داره ایرج. گوشش هم خوبه. سلام عمه، به عمه فخری سلام کن. این موجود چنده شبار از کجا آوردی تو این خونه؟ لاک پشت عمه. چش دارم خودم میبینم لاک پشته. اسمش هم نیوتونه. آخه بچه به سن تو الان باید سر کار باشه. با این چک و جونه برای خود تو سرگرم میکنی تو خونه که چی؟ من سر کار میرم عمه، پاره وقته. شغل شریفتون همینه دیگه. من توی ماهی فروشی کار میکنم. آه خب ببینم ماهی پاک میکنی یا پای ترازوی؟ نه از این ماهی تزینی ها، مال آکواریومه. البته تخصصی روی لاکپشت های آبی کار میکنم. من مسئول پرورش و فروش لاکپشت هستم. خب با یه همچی خانواده مشعشعی همچی شغلی هم بعید به نظر نمیرسه. البته اگه تشویقای بابا ما نبود که من دیگه این کارو پیدا نمیکردم. من خودم دامپزشکی خوندم عمه. حدس میزدم. پس آیندهتون روشنی. تو هم میشی لنگ بابات. امیدوارم دیگه حواس نکنی از این جک و جونورا بیاری خونه ها. من از هرچی حیوانه متنفرم. اگه یه دفعه دیگه یکی از این لاک پشتا اینجا ببینم پرتش میکنم تو خیابون. بله چشمم اینجا. دیر مرداش خسته نباشن. میگم بهروزی تو مطمئنی این حرکت کشیشی رو درست انجام میدی؟ از اینجا باید شروع بشه؟ فکر کنم درست دارم انجام میدم. پیدات نیست؟ همش یه جلسه با ریاهی اومدی دیگه پیدات نشد. ریاهی؟ اتفاقا منم دنبال ریاهیم. سر تو هم کلا گذاشته؟ نه بابا، ریاهی آدم درستیه. آدم کلاوردار کلاورداره، حواست باشه. دیر مرداش خسته نباشن. بایش دا دوتا کششی انجام بده بعد برو.
باشه یه وقت دیگه. خودت باش. این از این و اما حرکت کشش سیله. آه ببین این آه کشش یادتون نره کشش این هم نره مچکرم مچکرم بزن خورم آه 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 من نگاه کن هر شبن شما شما بعدش اینجوری میشه. این هم هست ببین. صبح خیر. میشه بگی این وقت صبح چرا معرکه گرفتی؟ ساعت از هشت گذشته شما نمیدید صبح رو بکنی؟ اولا من هر وقت دلم بخواد صبحونه میخورم. بعدشم آدم نمیتونه از دست شما تو خونه خودش آسایش داشته باشه؟ با شیشه آب نخور. امه من این شیشه رو خودم خریدم. میگم با شیشه آب نخور. آخه امه این شیشه شخصی آب خودمه. ایرج واقعا که خوب این دورو بر کسی نیست ولی آدم آبروش میره. وا چرا؟ چرا نداره؟ یه نگاه دورو برت بنداز. وا ایرج اینطوری نمیشه. باید یه جلسه بذاریم سنگامونو با هم وابه کنیم. چی میگه این خواهر تو؟ گفت دیگه حرفشو تکرار کن. گفت فکر میکنم حق داشته باشم نظم مورد نظرمو تو این خونه پیاده کنم. نظم مورد نظر با... چیزی گفتی؟ نظم مورد نظر چیه؟ چیز عجیب غریبی نیست. درخواست رفتار صحیح یک خانواده اصیل. این یه توهینه. تو حرفم نپر گوش بده بعد. خیلی خب حالا بگو. چون اهل پرچونگی نیستم میرم سر اصل مطلب. سکوت باید در همه ساعات رعایت بشه. اگه میخواین تلویزیون ببینین یه ساعت معینی رو براش بگذارید. صدای رادیو و تلویزیون همیشه باید پهن باشه. شام رأس ساعت 7 خورده میشه. برای رژیمم خوبه و در نهایت از اون جک و جونورام هرچی کمتر باشه بهتر. شوخی های لوس و بیمزه و خلبازی موقوف. از همه چیز مهمتر احترامه. من احساس میکنم گاهی تو این خونه به من بی احترامی میشه. کی به شما بی احترامی کرده فخری جون؟ میگین چی کار کنیم عمه جون؟ باز این حرف زد. آخه این مگه درس و مشق نداره؟ خب میخوام ببینم باید چی کار کنم. فخری این حرفا چیه میزنی؟ اگه پشیمون شدیم میتونم پولمو ازتون بگیرم و برم. فکر نمی کنم ناسازگاری راه حل خوبی باشه. همین دو سه تا نکته رو رعایت کنیم همه چی به خوبی و خوشی میگذره. در ضمن نسرین تو هم نمیخواد ادای عروس خوبا رو در بیاری. اگه عصبانی هستی بهم بگو. الکی لبخند نزن بد نمیاد. ایرج با این خواهر تو چیکار کنی؟ من دیگه راجبه. تحملم داره تموم میشه. تو خونه خودمون داره به همون زور میگه اون وقت هیچ کس هم هیچی نمیگه. لیلی جان اول از اینکه عمه فخری مهمان ماست. مهمون نیست. صبح دیر بلند میشه. همه ما باید واسیم تا بیاد پایین. هممون رو اسیر کرده. من اصلا تمرکز ندارم. همش دارم فکر میکنم که نکنه یه کاری رو اشتباه انجام بدم. بلند حرف نزنی. صدای رادیو کم باشه. صدای تلویزیون زیاد نباشه. مثلا موبایلم زنگ میزنه همه دست و دلم میلرزه که نکنه یه چیزی به هم بگه. مثل اینکه من داشتم حرف میزدم. و ثانیه اگه قرار نشد که ما تحملش کنیم تا مشکلمون حل بشه. سال سنم داره؟ بله خدا به هممون صبر بده. دیدی بابا؟ او بس دیگه تو هم. تو یکی دیگه نمیخواد خودشیرینی کنی. شما دیگه چه خبرتونه؟ ایرج تو رو خدا بیا برو این ریاهی رو پیداش کن. از کجا پیداش کنم؟ بله باشه باشه الان میرم. ماما عمه میگه سویچ آرش رو ببرم پایین واسش. شاید میخواد تو برسونیش جایی. برو مادر شاید فرجی شد.
جانم همه جا میخوام بریم بیرون. این چند وقته اینجاست؟ بله ما این آرش آخه زیاد بیرون نمیبریم، میترسیم اوراقش کنن. به هر حال ماشین آنتیکه دیگه. حالا فعلا این لگن رو بس بیرون، بس من ماشینم پارک کنم. جان مگه کری؟ گفتم لگن رو بذار بیرون، من ماشینم رو پارک کنم تو. بجو. بله بله میبر. بله بابا این عمه میگه من آرش تو پارکینگ بردارم، ماشین خودش رو میخواد بذاره تو پارکینگ. چی؟ ماشین رو بریم بیرون؟ بیخود کرده؟ مگه من میذارم؟ بیا 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 همونجا نگرش شد، الان میام پایین. مسخره؟ باز چی شده؟ اینو به من میگه آرش رو ببر بیرون، ماشینم بیارم تو. چه غلط ها؟ هیراج دیگه داره شورشو در میاره ها. مگه من میذارم نسرین به جون تو مواد از رو نشه من ردشه ماشینشو بیاره تو؟ حالا ببین چه بلایی سرش میارم. حالا نگاه میکنی میدونی؟ گفتم که آخرش ما رو از این خونه بیرون میکنم. مگه شوخیه؟ نباید میذاشتی ماشین رو میبرد تو حیات. بله رسول خانم من شرمندم، ولی میبینی که من هر کاری از دستم برمیومد کردم. ایرج دیگه واقعا نمیشه فخری رو تحمل کرد. نه رسول خانم، همه کارهای فخری به خاطر این که همیشه تو زندگی تنها بوده، هیچ وقت سعی نکرده دوست بر خودش پیدا کنه. پس باید ما سعی کنیم بیشتر باش مدارا کنیم. حالا یه چیزی بدهکار شدیم؟ این حرفا چیه بابا؟ ما که همش داریم مدارا میکنیم. لیلی جان آروم باش، ما باید بهش محبت بکنیم، شاید بتونیم تأثیر بیشتری روش بذاریم. ولی ما که همش داریم محبت میکنیم، هرچی هم میگه لبخند میزنیم. هیچ ایرادی نداره، محبت به خود آدم برمیگرده. یعنی چی بابا؟ منظور پدرتون اینه آدم بدون چشم داشت به دیگران باید محبت کنه. دقیقا. حالا موافقین یه بار دیگه سعی خودمونو بکنیم؟ من با پدرتون موافقم. ما موافقم. بیا بشین فخری جان. هر روز کارت همینه؟ کتاب خوبیه، تمومش کردم میدم تو هم بخونی. خیلی هم مزخرفه، خیلی هم آبکی. مگه خوندیش؟ نصفش. البته راست میگی، یکم کشدار هست. میدونی بعد اون کتاب قبلیشو میخوندی، اون کتاب خیلی بهتر. اونم خوندم، 20 صفحهشو خوندم پرتش کردم تو حیات. فخری جون شام چی دوست داری برات درست کنم؟ هیچی، من اصلا غذاهای تو رو دوست ندارم. شفته میکنی غذا رو. اتفاقا برعکس، من دستپخت تو رو خیلی دوست دارم. مگه تو دستپخت منو خوردی؟ نه، از ایرج شنیدم. چاخان کرد، من تو عمرم واسه کسی غذا نپختم. روحیت خیلی فرق کرده، راستی اونا چطورن؟ چرا اونا بدبختن؟ علکی با آدم محبت میکنم، فکر میکنم با بچه طرفم، یه حالی ازشون بگیرم. فخری خانم تو چرا همیشه به همه چی مشکوکی؟ فقط نمیتونم علکی خوشبین باشم دکتر. این واسه تو یه موقعیت خیلی خوبیه. باید تو اون جهنم زندگی کنی تا بفهمی. منظورم اینه که یه وقت مناسبیه برای ایجاد یه رابطه، یه دوستی. دوستی؟ اونا موش آزمایشگاهی منن دکتر. منظورم یه رابطه واقعیه. ببین دکتر، من دارم راه شما رو آزمایش میکنم. اگه جواب درست نداد دکتر، میدونی چی کار میکنم؟ چی کار؟ من میگم یک بار دیگه سعی تو بکن. نه، اول اونا رو از خونه میندازم بیرون، بعد میام اینجا،
این مطب با روستر تو خراب میکنم تا دیگه منو تشویق به معاشرت نکنی. داری تون میری یا؟ شاید اینجوری از شر اون خوابا راحت بشم. اصلا بگذاریم. راستی تازگی خواب جدید چی دیدی؟ خواب یه پروانه. آفرین، خیلی خوبه، خیلی عالیه، نشونه های خوبیه، تعریف کن ببینم. من که پروانه نبودم، من یه خرس وحشی بودم که سعی میکردم پروانه ها رو با پنجه هام تو مشتم بگیرم ولی نمیتونستم. نشونه خوبیه دکتر. البته میدونی من یه پیشرفتایی درش میبینم. راستی فخری خانم، من اگه یه چیزی بگم واقعا گوش میکنی؟ اگه به درد بخور باشه. بیا با یکی از اونا دوست شو. شاید با آرش دوست بشم. آرش دیگه کیه؟ مهم نیست. جعفر داری اشتباه میری. چی رو؟ خط اوتو تو. من بعد از 30 سال اوتو شهرداری نمیدونم، تو میدونی؟ من پاش بیفته پلیسه برات اوتو میکنم کیف کنی. حالت خوبه؟ آره. تو این ریایی رو میبینیش؟ چی شده؟ به تو هم نارو زده؟ نه بابا، نگرانشم. بفهم ایلاش خواهم. خیلی خوب، من میرش به اصلاح. خداحافظ جعفر خواهم. خداحافظ ایلت جان، خداحافظ. دو تا میشه خودم بلمم. کیو چوب میزنی ها؟ شما؟ اول من پرسیدم. اوی اگه بری جیغ میزنم همه عالم بریزم بیرون. دزدی؟ نه به خدا خانم، این حرفا چیه شما میفرمایی؟ اینجا چیکار داشتی؟ داشتم رد میشدم. شما کلانتری؟ آخه به خونه من زل زده بودی. خونه شما؟ از خونه کیه؟ اینجا خونه دوست منه. اسم دوست چیه؟ ایرج حریچی. پس چرا نرفتی زنگ بزنی؟ خب نمیخواستم مزاحم خانوادش بشم. صاحب اون خونه منم. اسم تو چیه؟ ریاهی. راستی اینا اینجا رفتن؟ شما خونه رو ازشون خریدی؟ من این خونه رو از بانک خریدم. مزایده. خاک بر سرم. دیدی چی شد؟ چرا خود تو پوشوندی؟ خب سرما خوردم. آره تو گفتی و منم باور کردم. یعنی چه؟ چه لزومی داره خانم من به شما دروغ بگم؟ منم میخوام ببینم تو واسه چی دروغ میگی. قیافت که به دوزا و کلا بردارا میاد. نخیر خانم نفرمایی. از اینجا میری و دیگه هم بر نمیگردی. اگه یه دفعه دیگه برگشتی پلیس رو خبر میدم. پلیس برای چی؟ حوصله داری خانم؟ سلام عمه. چقدر زود اومدی شما. ماشین آوردی تو حیات؟ جان من یه لحظه ماشین گوشتم تو حیات، الان میبرم بیرون. نمیخواد ببریش بیرون. یعنی تو حیات بمونه؟ آره آنتیکه، یه وقتی روش خط انداختم.
همه خوشت اومده از ماشینا. خیلی خوب، خودت لوس نکن. تازه از این به بعد اگه خواستی جایی بری میتونی از ماشین من استفاده کنی. شما حالتون خوبه همه؟ آره از تو هم بهترم. اصلا اگه بخوای همین الان هم میتونی یه چرخی باش بزنی ها؟ شما مهربون ترین عمه دنیایی. تو ارزشش رو داری. رو لباش خنده بود. خدا رو شکر بالاخره خواهرت تو خندید. جدی؟ ایرج! چی شد؟ میخوام ببینم کی این گلا رو گذاشته تو اتاق من. خب معلومه فخری جون، ما این کارو کردیم، فکر کردیم تو خوشحال میشی، خوشت بیان. تو که میدونی من از مسخره بازی های عید بدم میاد. نه تو رو خدا نگو، من یادم تو بچگیت عاشق عید بودی. تو هوش و حواس نداری حتی بدونی دختر دقیقا چند سالشه. اون وقت میدونی بچگی من چطوری بودم؟ دیدی چی کار کرد؟ آره لیلی جون، ببین تحمل کن، ما تدارکی که امشب براش دیدیم باید روش تاثیر مثبت بذاره. من که چشم آب نمیخوره. تحمل کن. من که دیگه کار ندارم. منم امیدوارم. من دارم میرم خرید، اگه اشکالی نداره اشکانو با خودم ببرم. اشکان چرا؟ اشکان پسر خوبیه، اون توی خونه اخلاقش از همه مناسب تره. ببین چه نگاهی به هم میکنم. خوشحالیم از اینکه تو تونستی اینجوری با اشکان ارتباط برقرار کنی. تو چرا اینجوری من نگاه میکنی؟ نمیخوام ببرم سرشو ببرم که. میخوام ببرم یک دفعه که شده یه ماشین درست و حسابی سوار شه از عقب افتادگیش در بیاد. حالا دیگه میتونیم تدارک همه چی رو ببینیم. آره باریکلا، همین الان به اشکان زنگ بزن بگو یه خود لفتش بده تا من و نسرین کارو رو راست ریز کنیم. باش. اه چرا خونه تاریکه؟ من قرار بود جایی برم؟ نمیدونم، فکر کنم رفتم بیرون. اینجا چرا اینقدر تاریکه؟ هورا! تولدت مبارک! فخری جون، تولدت مبارک! من 56 سالمه، نه 65 سال. میخوایی من اذیت کنی ناره؟ نه فخری جون، تو رو خدا ناراحت نباش، یه اشتباهی کوچیک شده. اشتباه؟ آره بیا. نه شما میخوایین لج منو در بیارین. همونی که تو هستی. از اولش هم نباید بهتون اعتماد میکردم. از فردا یه فخری نشونتون بدم اون سرش ناپیدا. ابلهای بی چشم رو. ایرج همه چی پاک خراب شد. به تو چه ربطی داره من دوستم تو کار من؟ کی گفته تو با همه فخری بری بیرون؟ من خودم گفتم. همه فخری زن خوبی چون بهت ماشین داده. آره من همیشه میگاش میکنم زن خوبی، همیشه میگفتم تو میگفتی همون چون بهت ماشین داده زن خوبی شده. آره اصلا چون ماشین داده زن خوبیه. آره دیگه میدونم. به تو هیچ ربطی هم نداره.
مامان مامان سبزم کو. چیه؟ چرا داد میزنی؟ سبزم گندم که خیز کرده بودیم نیست. من همینجا گذاشته بودم. یعنی چه؟ دیگه شورشو در آورده. فخری به نظرم حالت خوش نیست. مریضی؟ آره اصلا حالم خوب نیست. زودتر برو دکتر و الا ممکنه تلف شی. فخری چیه؟ تو سبزه عیده این بچه رو انداختی تو آشغالی؟ چی؟ پرسیدم تو سبزه عیده انداختی تو سطل آشغال؟ آها دردت اینه. خب آشپزخونه بو گند گرفته بود. تازه من که گفته بودم اصلا از این لوسبازی های عید خوشم نمیاد. کدوم لوسبازی ها؟ همین عید و سفره هفت سین چیدن و دید و بازدید و مهمون بازی. امسال از این خبرات تو این خونه نیست. تو هم بهتر مواظب حرف زدنت باشی. تو مواظب رفتارت باش. تو فکر کردی کی هستی؟ فکر کردی میتونی جلوی خوشی و عید ما رو بگیری؟ تو خونه من نشستی و این حرفا رو میزنی؟ اینجا خونه منه و ما مثل هر سال عید و جشن میگیریم و سفره میچینیم. از هر سال جدیتر. قش کردم. در ضمن دیگه حق نداری سر بچه های من داد بزنی و بهشون امرو نکنی. فهمیدی؟ فخری تو حرف نزن. تو کدا بیان هستی؟ سب کنی رج. من باید تکلیفم با این روشن بشه. آفرین آفرین نسرین خانم. چشاتو بستی دهنتو وا کردی هرچی از دهنت در میاد به من میگی؟ تو خیلی قد نشناسی. حتی یک ذره محبتم رو دستر نداره. مثل اینکه یادت رفته اینکه هنوز شما تو این خونه هستین از صدقه سر منه. شما همه تون مثل هم هستین، قد نشناس و پار رو. از همون وقتی که این داداش ابله من با توی گدازاده ازدواج کرد میدونستم یه روزی تو روی من میستی. من دیگه طاقت ندارم تو این خونه بمونم. یا جای من اینجاست یا جای خانوم. این که معلومه. دست درد نکن. من دارم میرم. هر کی بخواد میتونه با من بیاد. نسرین صبر کن. بذار بره ایرج. تو حرف نزن فخری. میل خودته. تو اگه میخوای بمونی بمون. کسی از ما از این خونه بیرون نمیره. چکت پس بانک؟ نداشتمش بانک. برش دار مال خودته. فخری از این به بعد تو این خونه مهمون منی. تا هر وقت که خواستی میتونی بمونی. قدمت رو چشم. من صدق سری تو رو قبول کنم؟ من تو خونه تو بمونم؟ خیلی از شماها خوشم میاد. برات متاسفم ایرج. اون روزی رو میبینم که این خونه رو به حراج گذاشتن. همه تون میان به دست و پا میافتیم. ولی فخری دیگه اون فخری نیست. بهتون قول میدم. چی شد؟ ایرج تو چی کار کردی؟ دیدی که من همیشه منتظر یه همچین روزی بودم. امیدوار بودم ریاهی پیداش بشه. اما حالا دیگه مهم نیست. ما الان باید فکر خونه باشیم که شب عیدی بی خونه نشیم. خونواده مهمتره. خونه همیشه پیدا میشه. برای یه نفر میفرستم چمدونه اون برام بیاره. عمه سویچت دیگه لازمش ندارم. فکر میکنم عقب موندگیم جبران شد.
فکر میکردم حداقل تو با اونا فرق داشته باشی. اه من با شما طرفه. آدم کلاوردار کلاورداره، حواست باشه. این ریاهی رو نیدی؟ پیداش نکردی؟ نه، در به در دنبالشم. ایرج دارن زنگ میزنن، فکر کنم کامیونه. سلام رفیق، چطوری؟ ایرج منو ببخش، نمیدونم چی باید بگم، فقط میتونم بگم شرمنده. کجا بودی مرد حسابی؟ یه دفعه از خودت پرسیدی ما یه رفیقی داشتیم بلان استادی روزگاری. چند بار اومدم سر بزنم روم نشد، توی این مدت بد جوری تو مخمصه افتاده بودم، یه از خدا بی خبر پولام بالا کشیده بود، رفتم دنبالشو تا پیداش کردم. پیداش کردی؟ خدا رو شکر. من میدونستم، میدونستم تو برمیگردی نسیم، دیدی گفتم برمیگرده آقای ریاهی. خب بعدش چی شد؟ امروز رفتم بانک و نصر خانم خونه رو آزاد کردم. میدونم بهتون سخت گذشته ولی جبران میکنم. خونه رو آزاد کردیم، خدا رو شکر. بچه ها خونمون آزاد شد. یعنی تو این خونه میمونی؟ خدا رو شکر. نسیم خونمون از گروه بانک آزاد شد. آخ جون، آخ جون، آخ دلم پی دلتا جوم نارنجی. ببین به همه چی شک داشتم الا مرامت. بیا اینجا نوکرتم، قربونت برم. من تو کجا بودی؟ تو پدر من در خوردی. ایره جون تلافی میکنم، ببخش منو. تا همینجاش کافیه. سکه نداری؟ برو از بابا بگیر تو آشپزخونه است. لیلی جان ساعت چنده؟ چیزی نمونده ماما. امسال میخوام خودم بچینم.
چی رو؟ سفره هفت‌سین رو. چون سلیقه‌م خوبه میگم ها. تو سیبا رو بشوری و بچینی بهتر. چش. نشی بابا ترسی را بکرم امه است آخه طفلکی الان خونه تنها یعنی هیچ سال هفت‌سین نمیچینه ماما آدم وقتی که تنهاست دل و رمقه هیچ کاری را نداره مادر ایرج کجایی؟ عید اومد بهار اومد میرم به صحرا عید اومد بهار جاش کجاست؟ اینجاست ایرج نکن دیگه باز دوباره داره عید میشه من دلم همینجوری داره شور میزن تیف را بنگر لیدی خانوم بره کنار بذارشم اینجا خیلی کیه؟ به فخری اینجا چرا واسیدی؟ بیا تو همینجا خوبه کنار سفره جات خالیه فکر میکردم عقلت میرسه باید سفتهاتو پس بگیری حواس که نداری خودم برات آوردمش چرا؟ حواسم هست سفته چیزی نیست من نگران تو بودم بیا تو میخوام باهات حرف بزنم فکر نمیکنم اونجا کسی با من حرفی داشته باشه اخی دیشب هممون دلمون برات تنگ شده بود بیا تو خودتو لوس نکن جدی میگم بیا تو بیا بازم مسخره بازی شروع شد بفرمایی تو فخری من خواهر من جلسه گذاشتن تو ماشین رو ما خیلی وقت پیش شروع کردیم اشکان بچه بود از همون بچگی عاشق این ماشین بود بهش میگفت آرش اسم آرش از همون موقع روی ماشین موند حالا ممکنه به نظرتون مسخره بیاد ولی ما برای خوشحال کردن هم برای خوشحال کردن اشکان و لیلی از این کارا میکنیم و خیلی کارهای دیگه ببین فخری ما سعی میکنیم تو زندگیمون یه فضایی رو بسازیم که بتونیم توش همدلی یکدلی صفا صمیمیت عشق و دوست داشتن رو پیدا کنیم وقتی بعد از چند سال اومدی تو خونه ما فکر میکردم یعنی امیدوار بودم عوض شی فکر میکردم ما اینقدر قوی هستیم که بتونیم تو رو عوض کنیم ولی متاسفانه اون روزی که برات تولد گرفته بودیم یک لحظه یک لبخند رو صورتت من دیدم خیلی خوب بودی خیلی خوب بودی اون لبخند باعث شده بود که تو رنگ رود باز شه من اینجوری تصور میکردم ببین وقتی من و تو ننشستیم
رو در رو با هم حرف بزنیم و درد دل کنیم. میدونم از عید و هرچی مراسم شادی و از این چیزا خوشت نمیاد، حالا این فرصت پیش اومده. ما الان یه سفره هفت‌سین که سنت ما ایرونی هاست چیدیم و میخوام یک سال دیگر رو در کنار هم تو خونه خودمون سال تحویل کنیم و این آرزومونه که تو هم در کنار ما باشی. خب فخری جون، من میرم بالا، تو فکراتو بکن، تصمیم بگیر. اگه بیای بالا مطمئن باشی من و نسرین و بچه ها خیلی خوشحال میشی. خوش اومدین فخری جون. چیزی به سال تحویل نمونده، بفرمایید. سلامتی بخواید برای جوانها و برای خودتون و خانوادتون و بخواید که خداوند انشاءالله لحظه ای ما رو به حال خودمون با مگذاره. اما بزرگترین دعاتون، صدر همه دعاهاتون و از همه مهمترش این باشه که خداوند انشاءالله در فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرج. خدایا شکر از این که یک سال دیگه همه سالم و سلامت زیر یک سقف دور هم است. خدایا یه کاری کن من امسال تو کنکور قبول شم. خدایا یه کاری بکن امسالم آرش اوراق نکنه. خدایا سه تا چیز ازت میخوام. اول سلامتی خانوادم، امسال کمتر خرابکاری کنم. دعای آخرم فخریه، به فخری کمک کن. عیدتون مبارک باشه. عیدی بله اول عم فخری شگون دارم. عیدت مبارک. عید شما مبارک. دمت شیر. لیلی جون عیدت مبارک. لیلی جان عشقان جون عیدت مبارک. ایشینی هم باش بعد. و نسرین عزیز دست شما درد نکنه، شما بفهمین شیرین. متشکرم ایراد، ممنونم. هیچ میدونین اولین باره که از دست کسی عیدی گرفتم. شکلت اون چیه؟ هنوز هم که اون اونجاست؟ مگه نه انداختیش تو؟ دلوقتمش دورمه؟ نه خب مسالمت آمیز با هم زندگی میکنیم. برادره نه خیرش کنه. خیرش کنه. عزیزت نکنه.